طبق هر سال میرسیم به به احتمال مای سال متال یه مقداری دیرتر کانتنت امسال منتشر شد دیگه دلیلش رو میدونید دعوار گفتم ولی بالاخره توی چنلمون میریم سراغ بهترین های 2023 از نظر من رویه سال گذشته رو میریم جلو سال گذشته من چیکار کردم اومدم یه سری آلبوم معرفی کردم ولی تاپ 10 و حالا تاپ 20 مو البته جدا منتشر کردم ولی تو این کانتنت که الان میخوام بدم فقط تاپ 10 که ریت فن داره یعنی ده تا آلبوم برتر رو من ریت میدم بهشون بقیه آلبومایی که دارم معرفی میکنم واقعا ریت خاصی ندارن یعنی صرفا چیزی که تو لیست جلومه و چیزی که مثلا تو ذهنم زودتر اومده رو اینجا نوشتم پس اگر آلبومی که الان دارم مثلا روش صحبت میکنم و اسمش رو گفتم ارجریت به خصوصی نداره نسبت آلبوم آخر قبل از تاپ 10 من دارم میگم و هر حال بریم شروع کنیم بهترین 2023 -20 شروع میکنیم با یکی از محبوب ترین آلبوم هایی که تو کمیته خودمون اومده یعنی خیلی بچا میپرسیدن نظر راجبه این آلبوم چی و این آلبوم به نظر چی جوری بوده و اینجور چیزا منتار کرولتی خوزه که انگلیسی به میگم بخاطر که آلمانیش خیلی سخت بود <متصفيق> زویلیشت یه بلک اند ما داشتیم که اول کاور فوق العاده است بهترین کاور که سال گذشته اومده کاور آرت ده از دهه واقعا و جدا از اون واقعا هر آن چیزی که از بلک اند اسکور آدم انتظار داره رو این آلبوم میتونه به گوشش برسه و واقعا بهترین آلبوم این بند بوده تا الان به نظر من بهترین آلبوم کریرشون بوده بدون هیچ شکی به نظر من و باز دیدم خوب خورد راجبش صحبت های زیادی شد در کل واسه من خیلی راضی کننده بود یعنی هم ریفای درست حسابی داشت برکتاناش واقعا خوب بود یعنی تو بهترین بریکتانای سال حالا من نیوردم چیزی از این بند به خاطر اینکه حالا یه کاتگوری مشخصی ما داشتیم و بریکتانای قبی تری به نظر من بوده مثلا تو این داستان ولی خب معنیش این نبود که مثلا یه سری بریکتان خفنم تو این آلبوم نباشه خلاص اگه بلک اند دوست دارید تا الان شنیدید ولی اگه تا الان گوش ندادید مطمئنا باید همین الان برید شاتی بهش بدید واقعا آلبوم, آلبوم خوبی بود و همه چی داشت آلبوم بعدی میریم سراغ یکی بنده I'm um, New okay. New Rectum. بند بورتال تکنیکال دسمتال که بهترین آلبوم دسمتال ساز گذشته بود به نظر من به این سال 2023 -20 من میخوام خلاصه کنم سال دسمتال واقعیت یعنی اکثر لیست منم حالا خلاصه شده توی دسمتال با اینکه آلبوم سالم از این ژانر دیگه است ولی به هر حال آلبوم دسمتال خوب خیلی اومد و یکی از این آلبوم ها همین آلبومه آلبوم بسیار تکنیکیه ریفای ترسناک تو همی داره نکته جالبی که من نمیدونستم اینه که بند 2008 تشکیل شده ولی اولین کار رو 2023 بیس داده اصلا عجیب و غریبه فقط درامر بنده که کاری یه کتگوریه نسبتا تر و تمیزی داره و توی خیلی از بنده حالا رفته زده بقیه از بند چیز زیادی راجبش نیست یعنی اینجوری که انگار اولین کارشونه حالا با این بند لیبل خاصی هم نداشتن ایندیپندنت کارشون رو دادن واقعا کار خوبیه تو کامیتی دسپتال بسیار بسیار این آلبوم مورد توجه قرار گرفت و خیلی از لیستایی که حالا کامیتی دسپتال منتشر کردی که به تن بود و همینطور موقعی هم که اومد مثلا چند وقت بعدش به گوش منم رسید و از همون موقع من گذاشتم توی لیستم اگه تکنیکال دوست دارید مطمئن مطمئنن ای اینو باید برید گوش بدید آلبوم بعدی اگزال از نیابلیویسکایی من ویدیو رو درست کردم راجبشون بهشون هم صحبت کردم نشونتون دادن اصلا چه چیزهایی این بند تو چنته داره ولی هم کپی رایت خورد هم اونجوری که باید حالا استقبال نشد به همین دلیل ویدیو رو بردم پایین ولی مثلا که نیدن یه اکستریم پروگرسیو ما داریم که از سازهای بسیار زیادی استفاده میکنه از ویولن خیلی خوب استفاده میکنن توی کارشون و اصلا امضای کارشون وابسته است به همین موضوعی پروگرسیو موزیک طولانیه مطمئنا همونجوری که از اسم ژانرش پیداست ولی خسته کننده نیست فقط اکثر کار های که من خودم گوش میدم همین مشکلی من دارم که واقعا خسته میشم از ترک واقعا دوست دارم سریعتر تمام شه خیلی اضافه کاری توش میبینم و یه سری چیزهای مختلف ولی توی این کاری همچین چیزی من نمیبینم و انقدر خوشگل ترانزیشن های درست حسابی داره انقدر خوشگل سازهای مختلفی اضافه میکنن و اون کلیم وکال زیبا رو در کنار هارش وکال به درستی دارن ارائه میدن که اصلا فوق العاده دوست ندارم ولی اینا بحثشون جدا بود تو گوش البته Girl no کامیتی باش مهربون برخورد نکرد و پرایموردیال کلا یه بند محبوبه حالا بین کامیتی بلک متال اصلا کسی که حالا سلتیک فولک دوست دارن بند محبوبیه نسبتا بند ایرلندی که بند قدیمی هم هست و اگه کلیم دوست دارید پرایموردیال باید گوش داده باشید تا الان اگه هم گوش ندید برید یه شاتی بهش برید و این آلبومش خوب بود یعنی آلبوم آلبوم خوبیه من نمیدونم چرا انقدر حجمه بهش وارد شد یعنی یه سری حجمه های عجیب و غریب و از غیر منطقی نظر من به این آلبوم وارد شد مطمئنا چیز تاپ تن من قرار نمیگیره به هیچ عنوان این که آلبوم به خاطر اینکه حتی بهترین آلبوم پرایموردیال هم نیست به آلبوم هایی که آلبوم خوبی نه کم ندارن آلبوم خفن من زیاد دادن و این یکی از اونها نیست ولی همچنان آلبوم خوبیه آلبوم بعدی آلبومیه که من تو شن تلگرام موقعی که داشتم گوش میدادم یه شاتاتی بهش دادم و آلبوم واقعا دوست داشتم از یه بند بلک متال هاردکور روسیه ای به اسم مورو خیلی بودن فقط هم دیجیتالی منتشر شده تا اونجا که من میدونم بخاطر که بند کلا یه بند ایندیپندنت و لیبل خاصی نداره متفاوت بودن این آلبوم توی بلک متال واقعیت منو خیلی جذب خودش کرد یه سری جای تقریبا درستی و توی ترک ها می بینیم که من خیلی حال کردم واقعیت با این آلبوم و زیاد ندیدم جای مختلفی راجع صحبت شه ولی من یکی از کسایی بودم که خیلی حال کردم با این آلبوم و تو پیشنهاد میدم ترک های کما یا ساکریفایس رو برید گوش بدید از این آلبوم از این از این آلبوم که ی... یه, دونه ترکش رو گوش بدی کامل سریقت دستت میاد که آیا میتونی بقیه‌اش هم گوش بدی یا نه اینجوری نیست که مثلا من بگم برید کل آلبوم رو گوش بدید شات به کل آلبوم بدید اینجور چیزا نه شما واقعا میتونی با یکی دو تا ترک امتحان کردن این آلبوم تصمیم بگیری که میخوای این آلبوم ادامه بدی یا نه از این نوع آلبوم هاست. آلبوم بعدی از بند تک نفره به اسم فومورا آلبوم دو تا سایت داره سی 8 دقیقه است آلبوم کوتاهی یک جورایی علی پسر چه آلبومیه ساید ای و من خیلی بیشتر ساید B دوست دارم چهار ترک اول من من خیلی بهترن و ترک اول این مخصوصا ترک اول من خیلی پیشتر دارم ترک اول این آلبوم برید گوش بدید همه چی آلبوم بهتون توضیح میده انقدر خوبه ترک اول این آلبوم و انقدر درست از سازهای درستی استفاده کرده تو این کار که عشق میکنی جان بلک متال مطمئنا و خیلی تعجب کرده بودم موقعی که فهمیدم بند تک نفر است انگلیسی هم است آلبوم بعدی میریم سمت یه مقداری مدرن تر ویل آف مایا مادر شدیدن دوست داشتم به خاطر علاقه شخصی خودم مثلا مارکو کوبو این ویل مایا خب از اون حالت اولیه خودش خیلی وقت خارج شده و دیگه اون حالت اگریسیو خودش رو نداره و دیگه مقداری پاپ تر داره کار میده ولی میدونی با یه گیتاریست دیوونه ایم طرفیم تو ویل آف مایا که خیلی وقت اوورسینک میکنه و این اوورسینکش بعضی وقت جواب میده بعضی وقت جواب نمیده به همین دلیل این ای آلبوم به شدت سلیقه‌ایه تو باید ببینی که با اوورسینک کردن مارکو کوبو میتونی ارتباط برقرار کنی یا نه در یه سری مواقع این اوورسینکش اذیتت میتونه کنه ولی منی که مثلا خیلی همین گیتاریست دوست دارم از همین بند دوست دارم واقعا با اوورسینک کردن های مارکو کوبا هم تونستم ارتباط بگیرم و واقعا حال کردم تو یه تایم خیلی کمی با کتل کپتیشن آلبوم منتشر شد و اون تایم اگه من میخواستم ویدیو بگیرم مطمئنا ولافایا میرفت تو تاپ من انقدر دوست داشتم آلبومو ولی هر چی که گذشت میگم ببین وقتی که تو اون حالت آپتورتر خودتو داری ارائه دی خیلی زودترم فراموش میشی میدونی خیلی زودترم عادی تر میشی یه حالتی این آلبوم واسه من یه اتفاقی بود توی سال گذشته یعنی من چند ماه اولی که آلبوم گوش دادم خیلی دوستش داشتم خیلی دوستش داشتم ولی هر که گذشت و گذشت و گذشت و آلبوم های بیشتری یعنی من هی دارم میگردم آلبوم دارم گوش میدم دیگه که کارم اینه در مرحله اول وقتی که مثلا آدم بیشتر و بیشتر آلبوم گوش میده بیشتر و بیشتر تایم میذاره واسه آلبوم میبینه که نه اونقدر رم شاید خاص نباشه و اون اون جذابیت خودش رو تو تایم خیلی سریع دست میده و به همین دلیل هم هست که اون تایم من این آلبوم رو بالاتر کتل کپتیشن میذاشتم واسه خودم ولی الان که دارم لیست رو می نویسم که تا تو تاپتن من هست ولی بلافان نه در کل آلبوم خیلی خوبیه آلبوم واقعا آلبوم خوبیه و خیلی پیشنهاد میکنم اگه گوش ندید و مدرن دوست دارید مطمئنا نشاتی و بش بدید آلبوم بعدی آلبوم اتموسفریک بلک متال سوئیسیه از آرا گام بهترین آلبوم آرا نیست یعنی به این مثلا 4 5 تا آلبوم تالند داده مثلا بند پرکاریه و یه سری ترکش واسه من یکی از بهترین ترکای اتموسفیک بلک متاله خیلی خوب فضا سازی میکنن و به همین اصلا مشهورن یه جورایی ولی این آلبومش میدونی آلبوم آلبوم خوبیه خوب آلبوم خوبیه ولی توقم مثلا از آرا واقعا خیلی زیاده من یعنی این توقع هم خودش ایجاد کردم با دادن یه سری کارای شدیدن قول آلبوم آلبوم خیلی خوبیه من توی یه شورت ویدیویی که درست کرده بودم به ششاره مردم که آلبوم واقعا آلبوم خوبیه ولی نه اونقدر چون اگه یه چیز تر و تمیز عجیب و غریب مثلا کار گذشتهش به میداد مطمئنا تاپ میذاشتمش ولی به هر حال اینجا آوردمش سر اینکه اصلا بهتون بگم اگه گوش ندید آرا رو برید گوش بدید واقعا بند خفنیه و آلبوم پارسالش هم اگه اتموسفریک بلک متال دوست دارید این یکی بهترین آلبوم های بلک متالیه که پارسال اومد به نظر من و و میریم سمت استرالیا یه کار بلک متال استرالیایی از بند لومن اند مورتن thank پسر موقعی که این آلبوم اومد من چقدر خوشحال بودم و چقدر دوست داشتم اولین کارشونه اولین آلبومشونه و خیلی آلبوم آلبوم خوبیه واقعا اتمسفر آلبوم تو رو جذبت میکنه اون کابرارت عجیب و غریب آدم میبینه و میره تو دل آلبوم واقعا جذب آلبوم میشه تک, تک تک ترک های آلبوم خفنن و همه ترک من تو پلیستم دارم و همه ترکاشو بارها و بارها پلی کردم و گوش دادم آلبوم شیش ترک داره چرا یکی دو دقیقه فقط دیجیتالی اومد کلا خیلی آندرریتده به صورت استریم نخورد به اون صورت هم راجبش صحبت نشد ولی واقعا underrated یعنی یکی از underrated ترین آلبوم هایی که پارسال منتشر شد خیلی پیشنهاد میکنم و سینه استرالیا سینه جذابی واقعا یعنی تو کور که یه تیک دارن میرن جلو بنده عجیب غریب همینجوری هی داره میاد از سینو سینه استرالیا ولی توی بلک متال هم دارن کم کم و کم کم بنده خفن عجیب غریب تری ازشون میزنه بیرون و سین جذابی داره ساخته میشه اونورا بعدی از اومگا اینفینیتی آلمانی استرالیایی از من احتمالا این آلبوم رو جاهای دیگه دیده باشید که راجبش حالا نقدای عجیب غریب نوشتن نمرت خوبی نگرفت واقعیت ولی آلبوم آلبوم خوبیه یعنی من دوست داشتم من نمیفهمم مثلا چرا این آلبوم نمرت کمی گرفته این آلبومیه که خب رده از اینداستریال بلک متال و توش داری میبینی و از اون طرف هم آلبوم میتونه هم حساب شه می، میگم یه آلبوم مولتی ژانر و غریبیه که من واقعا دوستش داشتم واقعا دوستش داشتم و اینم دارم اینم توش اوورسینگ خیلی زیاده خیلی زیاده یعنی یه, یه سری جاها تو حس میکنی که یه سری چیزا تو ماچه و خیلی بیش از اندازه داره جلو میره ولی به هر حال آلبوم, آلبوم خوبیه در کل خروجی نهایی به عنوان یک کانسپت کامل آلبوم ما بخوایم نگاهش کنیم آلبوم آلبوم خوبیه و واقعا جز بهترین سال گذشته بوده به نظر من آلبوم بعدی احتمالا کسایی که اولد اسکول بازن خیلی لذت ببرن آلبوم بلک متال از 2023 اومد ریفا یادآور مثلا اپیک فیبی متال واسهتون ریفای اینجوری و ما توی کار داریم برکتان های درستی و ما توی کار رو میتونیم بشنویم و پر از ملودی های دلنشین واقعیت آلبوم واسه طرفدار بلک متال یه آلبوم خوب میتونه باشه اگر اگر ترک ها بعد یه مدتی خیلی شبیه هم نمیشدن و خیلی قابل پیش بینی نمی این آلبوم واسه آلبوم آلبوم خوبیه من آوردمش تو این لیست آوردمش که صحبت کنم آلبوم به نظرم آلبوم خوبیه ولی میگم مشکل اصلی که من با این آلبوم دارم اینه که بعد یک مدت خیلی تکراری میشه آلبوم بعدی که به نظر من یکی بهترین های سال گذشته بود و سیپتوکن بود بک تو ایدن راجبش تو جای مختلفی صحبت کردیم اینا تستای بسیار زیادی توی آلبوم کردن آلبوم از همه نظر آلبوم خوبیه واقعا و یه مقداری بیش از اندازه البته به این آلبوم توجه شد و خیلی استیپ رو به مرحله خدایی عملا رسون توی داستان متال یعنی همین الان هم شما برید ببینید مثلا اینا لایوی که میخوام بزنن سریعا میشه میشن یعنی بعد اون ویدیویی که من درست کردم اینا اومدن یه لایوشون رو تبلیغ کردن گفتن که مثلا پستر لایو گذاشتن و بعد یه مدت اوتاهی تقریبا سریعا سولات شد لایو اینجوری داره پادشاهی میکنه سلیب توکن لحاظه استریمم هم که رو زد و عجیب و غریب بند موفقی الان سلیب و آلبوم هم واقعا خوبی بودن بهترین آلبومی بود که تا الان سلیب منتشر کرده بدون شک و نوش جونش واقعیت آلبوم بعدی که میریم سراغش بند دایین <applause> تو واقعیت این آلبومش هم من دیدم که توی کامنتی تکنیکال دسمتال ببین یکی از آلبومایی بود که جا صفر صفرن رو آلبوم یا صد صدن رو آلبوم اینجوری داره جلو میره و یکی آلبوم عجیب و غریب داین دا فتوس بود مطمئنا بهترین آلبومش نیست مطمئن بدون هیچ شکی آلبوم بهتری داره میکس کار که اصلا شاهکاره میکس کار که سوپر شاهکاره به نظرم چیزی که باعث شد یه همچی حجمه به داین دا فتوس وارد شه اینه که بهترین ترک های آلبومو به جز یه دونه ترک قبل لیزا آلبوم دادن یعنی قشنگ آساشون رو همه رو رو کردن و یه دونه مثلا سپرایز تور حالا توی آلبوم وجود داشت و بقیه ترک ها میدونی اونقدری که مثلا ترک های قبل آلبوم خوب بودن خوب نبود ولی همچنان آلبوم آلبوم خوبیه به نظر من من همچنان هستم رو آلبوم که آلبوم آلبوم خوب و خفنیه بهترین تکنیکال دسمتالی نیست که پارسال اومده ولی یکی از قولترین بند های تاریخ تکنیکال دسمتال آلبوم دادم و اینجا باید بهش اشاره میکردیم آلبوم بعدی از ماروک بود. <applause> تو جایی مختلفی راجبش صحبت کردم من و اتفاقا با شایان ما نشسته بودیم یه شاتاتی بهش دادیم آلبوم آلبوم خوبیه و ماردوک از معدود بنده بلک متالی که آلبوم بد تا الان نساخته یا اگه ساخته من تو ذهنم نیست و کارشون بلدن کامل یعنی میدونن چی باید بسازن و چی باید تحویل بدن اینشون من خیلی دوست دارم جزو که بهترین بنده بلک متال و کاری که دادن کار پیور لول بالای بلک متالی بود که یک بند میتونه منتشر کنه آلبوم بعدی یکی از عجیب و غریب ترین رکوردایی بود که من توی این چندین سال شنیدم به حدی این رکورد عجیب و غریبه و به حدی این رکورد خفنه این واقعا میتونست توی تاپ من باشه این واقعا میتونست که آلبومی باشه که تو تاپ من میتونست جا بگیره و احتمالا بعدا پشیمون شم از اینکه اینو چرا مثلا رتبه عجیب و غریب توی تاپ بهش ندادم از بند تنتفکسس این کانادایی که اطلاعات به اون شکلی ازش نداریم و پسر یه آلبومی اینا دادن دهنشون سرویس یه آوانگارد بلک متالی ما داریم که واقعا سخته تو بتونی مثلا تشخیص بدی که داره چه اتفاقی تو ترک ها میفته اینقدر ترک سنگین و اینقدر ترک غیر قابل پیش بینی داره میره جلو این بس آوانگارد که میاد وسط خب هم خیلی کارو سلیقه‌ای میشه هم خیلی کارو پیچیده و این هم واقعا همینه اینا تا الان هر چیزی که منتشر کردن مورد توجه قرار گرفته و خیلی خیلی راجع صحبت کردن و اینم واقعا یکی از اوناست یعنی این, آلبوم اصلا جزو تابتنه 10 حساب کنید ببین یه احساس سقوط عجیب و غریبی به من داد و اینجوریه که اگه آلبوم گوش بدی تکی و با یکی دیگه هم بفرستی اون آلبوم گوش بده تجربه گوش دادنتون کاملا متفاوته و از این بناس که حالت میسیری داره یعنی چیزی که مثلا سیپ توکن سعی داره باشه یعنی اون حالت میستری که دوست داره مثلا استیپ باشه و اینکه او ما مثلا راجع به چیزهای فراتر از یک مفهوم ساده داریم صحبت میکنیم و اینا اینا واقعا همونن اینا وا... همینه که مثلا من میگفتم مثلا تو بلک متال ما خیلی از این چیزا داریم اینم هم دقیقا همونه این نکته خیلی باحالی که آلبوم داره تو یه سری ترکای به خصوصیش با یه پترن گیتار کامل ترک دو بخش جدا داره و دو تا حس مختلف به تو داره میده اینو اصلا رو کاور آرتش هم تو میتونی ببینی ب... میخوان چی باشن و میخوان چی به تحویل بدم به درستی هر اون چیزی که رو کاور ما داریم مشاهده میکنیم همون رو در قالب موزیک دارن به دلار میدم. خلاص یکی بهترین چیزهایی بود که من توی سال گذشته شنیدم و دهنم سرویس که توی تاپ تن، توی لیست تاپ نیاوردم و اینجا بعد شرف بزنم این توی تاپ منه اینو اصلا توی جزء پ تا آلبوم برتر سال گذشته میدونم آلبوم بعدی از بند افتر برسه. قابل قبول ترین رکوردایی که من سال گذشته شنیدم بند بند قدیمیه و همین تجربه سی ساله خودشون رو کامل میتونه توی این کار ببینی یه پراگرسیو دیس متال رو بهمون تحویل میدن وقتی که آلبوم شما گوش میدی و یه پستی یک نواختی داره بهتون دست میده تو ترک بعدی کلا یه چیز دیگه داره به تحویل میده یعنی ببین یه،, یه, اتفاقی که مثلا تو آنالپسی من دیده بودم تو وقتی که کامل داشت من Je suis très l'air lourd, on dit, on va aller... دارم مثالی میزنم که قبلا تو چنل ما اتفاق افتاده اون که کله آلبوم آلان رپسی و من کانتنتش رو درست کردم داشتیم گوش میدادیم در که آخر پشمای من ریخ که مثلا یه خود یه فاز دیگه کلا وارد شدن و یه جور دیگه ای داستان جالب بردن توی این کار به خصوص توی این آلبوم به خصوص اینا از وسطهای های آلبوم یهو به این نتیجه میرسن که آقا کلا ما یه ژانر دیگه‌ایو تحویل بدیم و یه امضای دیگه, دیگه نشون مخاطب بدیم و دوباره برگردیم به چیزی که داشتیم درست میکردیم این آلبوم نهایت خلاقیت نهایت تکنیک واقعا و آلبوم بسیار آلبوم خوبیه گول اسم پروگرسیوشو نخورید ترک طولانی نیست آلبوم بعدی از یک بند آمریکایی حساب میشه دیگه آمریکایی یه تکنیکال بورتال متال و دسکور درست حسابی بهتون تعریف میدم البوم یه بنگر کامله یعنی قشنگ از این آلبوم هست که گردن تو میشکونه در مرحله اول انقدر خوب میتونی با این آلبوم هیت بزنی انقدر بریکتان های درست حسابی تو این آلبوم هست و از اون بر آلبوم بسیار آلبوم تکنیکیه و اون تکنیک باعث نمیشه که تو زدشی از اون آلبوم این خیلی مسئله مهمیه آلبوم بعدی دومین رکورد از ممبرینه. خیلی بنده جالبیه واقعیت یعنی من توی سال گذشته بود یا دو سال گذشته بود توی بهترین آلبوم هم آورده بودن اولین آلبومش بود و اون نقل قوله با حالی که چندین سال طول کشید که من این آلبوم بدم و هی تو ذهن خودم ادیت کردم و اینجور چیزا و آلبوم دومش هم واقعا آلبوم آلبوم خوبیه یعنی ببین من برین یکی از آینده دار ترین برند های بلک متاله و در حال حاضر هم واقعا داره خوب میتازونه دوتا آلبوم منتشر کرده یکی ای یکی بهتر نسبت به آلبوم اول خب من آلبوم اول بیشتر دوست داشتم چون والا جدا از اینکه بند جدید کشف کرده بودم و خیلی داشتم حال میکردم با آلبوم یه دهست حال درست و حسابی رو داشته میداد این آلبوم هم یه جورایی روند همونو رو داره طی میکنه و ادامه همونه حرفاسه گفتن داره اگه این آلبوم دوست داشتید مطمئنا اینو گوش دادید گوش ندید برید من بیرون دیسکوگرافیش گوش بدید که دیسکوگرافی طولانی هم نیست کلا آلبومه آلبوم آلبوم بعدی از گرید لینکر آمریکایی تکنیکال گرایند کور ببینید بندای گرایند کور زیادی نیستن که شاتات به خصوصی بگیرن و خیلی راجبشون صحبت شو نقدای مثبت زیادی هم حتی بگیرن یعنی مثلا فول آف هلی که حالا میتونیم بگیم عملا اینکه بنده که یه جورایی هم استریم درست حسابی داره خیلی جا مثلا همش میگن کور بچه دبیرستانی یعنی چه اسمی ها روش گذاشتن ولی گرید لینک و هم طرفدارای هاردکور حالا گرایند کور من دیدم دوست داشتن هم طرفدارای حالا مثلا فول دوست دارم واقعا فول یکی از بنده ای که مرزه بین تفتر گرایند کور یه تکنیکال گرایند کوریه که خب شما اگه با گرایند کور کلا نتونی ارتباط برقرار کنی حال نمی کنی ولی اگه بتونی گرایند کور گوش بدی و بتونید هندل کنی اون همه سر با اون تمپوی بالا رو واقعا خیلی حال میکنی با این آلبوم پس این بهترین آلبومیه که اینا دادن مطمئنا و اینا قبل از این آلبوم مثلا 2014 یه آلبوم دادن که اونم آلبوم خوبیه و اونم مثلا نقدای خوبی گرفت بعد 9 سال یهو میان یه ورژن خیلی خفن یه گرایند کور فوق العاده رو میدن که این بهترین گرایند کوری بود که من توی این چند سال اخیر حداقل خود من شنیدم و خیلی حال کردم با این آلبوم اگه گرایند کور دوست دارید اگه سگ پایینی دوست دارید اگه سرعت بالا دوست دارید باید چک کنید بریم سراغ تاپ 10 تاپ 10 رو با کریپتوپسی میخوام شروع کنم یه افسانه ای که چه واسه من چه واسه هر طرفدار دسمتالی متالی لجند واقعا و بعد یه مدت واقعیت کریپتوپسی واسه یه،, یه, سری یه سری آدم های تعصبی و التیستای تو مخ بند ددی حساب شد سر اینکه خب ما مدل کریتوپسی که داریم با کریپتوپسی که حالا قبلا داشتیم خیلی متفاوته مطمئنا لازم صدا و ساند گروه و اصلا اعضای گروه خیلی کلا متفاوت تره و یه راه جدایی داره پیش میره نسبت به چیزی که قبلا بوده که به درستی هم داره یه همچین اتفاقی میفته یعنی قشنگ داره به روز پیش میره کریتوپسی و همینو شما خیلی دوست دارم و میادی که بهترین آلبوم هایی که تا الان تولید کردن رو میره ببین کریتوپسی بند کوچیکی نیست بند واقعا گول و بزرگیه و درسته ببین من قبول دارم یه سری اشکالات داره آلبوم یه سری نقدا به درستی بهش وارد ولی اجراهای فردی که دارن لاپوشونی میکنه اونورا خیلی خفن آلبوم و دریف و عجب و غریب سولوهای خوب درام درام, درام سوپر خفن و یه مدرن دسمتالی یا اینا منتشر کردن و کاربود خودشون که اینا کلا خارج شدن ولی یکی بهترین آلبوم های مدرن دسمتالی بود که من تو زندگیم شنیدم انقدر این آلبوم دوست داشتم انقدر آلبوم آلبوم خوبیه و کارارت حالی هم داره هم جالبه این آلبوم واقعا کاری کرد که خیلی از کسایی که الیتی استن و کلا معتقدن که تا در دهه 80 و 90 فقط و فلان این کوسچرا باز هم دوست داشتن مدرن دس متالیو که کریتوپسی داشته بهشون تحویل میداده آلبوم <applause> نهم <applause> بیزار <applause> کاپ بلک متال از روسیه فضا عجیب و غریب روسیه با اون اتمسفر روسیه یا بلک متالی میبنده که از تجربیات خودش داره صحبت میکنه و یکی از خاطر انگیزترین و بحالترین و کچیترین ترین ریف هایی که من تو سال گذشته شنیدم واسه همین آلبومه اتفاقا تو اون شورت ویدیویی که من درست کرده بودم بچا پرسیده بودم مثلا کلوم استفاده میکنی که واسه همین آلبومه. واسه بیزار کالت و واسه همین آلبومه خیلی کچیه خیلی پیشنهاد میکنم که بلک متال دوست دارید گن گوش بدید و واقعا توی حالا زمستون خیلی میچسبه اتمسفری که اینو درست کردن اتمسفر سر دو تاریکه و دقیقا واسه همین تایماییه که باید گوش داد زنیس <applause> تکنیکی ترین آلبوم های سال گذشته بدون این شکی و از نظر من بهترین کاری که دزنیس پسش منتشر کرده نسبت به لاین اپ 2016 تغییرات بسیار زیادی داشته زنیس پسش کلا داستان عجب و غریب پیش اومده واسه بند مطمئنا اگه بخوام بگم مثلا یه سری آدم ربانی ان عملا ربانی موزیک ان خوره موزیک که با هم نمی یه همشه حالتی داشتن و اینا توی آلبوم پارسالشون میان قشنگ به ترین چیزی که باید تولید میکنه یعنی من نمیدونم از یک آلبوم یا حالت سایبرپانکی خفنی داره یه سری سری فقط باید گوش بدید تا بفهمید که من راجع به چه تکنیک و چه چیز عجیب و غریبی صحبت میکنم اگه تفسیر زنس پسیجید که خب اش کردید مطمئنا اگه هم نیستید و عشق تکنیکی میخواد یک تکنیکی ترین رکورد های سال گذشته رو گوش بدید برو بریم با تکنیکال دسکور اگه رابطه خوبی دارید این آلبوم واسه شماست ویسرا آلبوم هفتم از آلبوم های سال So so... از آرتش که تم دارک داره عملا و خیلی من یاد دارک سورز انداخت ریفای کار به حد حدی جذابه به حدی خوبه و به حدی ریف خوشگل داره این کار و ریف کچی داره این کار واقعا تو ذهنتون میمونه و باعث میشه که بارها و بارها این ترک رو تکرار کنید چیزی که مثلا تو کارهای تکنیکال به اون شکل باش بر نمیخورید یعنی به اون شکل مثلا یک ریف تکنیکال نمیتونه اون قدری که باید کچی باشه و اون قدری که باید بگیرتتون ولی ولی اینا یه لول دیگه یعنی اصلا یه سطح دیگه ای دارن از موزیک ارائه میدن نه تا ترک آلبوم. تقریبا 40 دقیقه است و تایم زیادی ازتون نمیگیره و خیلی پیشنهاد میدم اگه کارهای مدرن رو دوست دارید و اگه دسکور دوست دارید بیسرا بهترین چیزیه که میتونید گوش بدید و این بهترین آلبوم دسکور پارسال من بود به شخصه آلبوم شیشم میرسیم به کتل دیکپیتیشن تنها آلبومی از تاپ من که آلبومش هم دارم من قشنگ بگیرمش و آلبوم واقعا آلبوم خوبیه که از که بنده هی که هیچ وقت امیدم نکرده اون وکال ترسناک ترویس رایانا داریم ما توی این کار مثل همیشه مثل همیشه یه همیشهش یه بکال ده از ده رو داره به تحویل میده و چقدر کار تکنیکی و چقدر کار درسته این آلبوم به حدی خوبه که هر کسی که میخواد اصلا معنایی از یعنی تعریفی از اکستریم متال داشته باشه من بهش همین آلبوم پیشنهاد میدم کامل کامل همین آلبوم کلاس درسی و ستوی و که بفهمی اکستریم متال یعنی چی آلبوم پنجم از دیابولیک نایت آلبوم کاملا یک آلبوم اولد سکوله و به اون شکل از لحظه ساند و لحاظ ریفای که دارید گوش میدید شاید شاید در نگاه اول یه کار فرسوده به نظر برسه ولی موقعی که میرید تو خط داستان و ببینید چه اتفاقی داره میفته و ریف ها رو گوش بدید متوجه میشی که نه کلی خلاقیت تو این آلبوم هست ریف های حماسی و اپیک عجیب و غریبی که شما دارید میشنوید این آلبوم به اصطلاح میگن کیلر لکن متال با اینکه ژانرش بلک ترشه و یه حالت نوستالجی حالا واسه خود من داشت واسه یه سری کارهایی که حالا گوش دادم و این که ببین یکی دلیلی که این اومد توی بهترین آلبوم سال من و من خیلی تو انسان باش ارتباط برقرار کنم سر اینه که من توی سال گذشته یه تایم زیادی و واقعا زیاد رفتم سراغ آلبوم های دهه 80 و دهه 90 واسه اینکه خلاقیت اون موقع رو ببینم چون که خیلی داش تکراری میشد همین چیز واسه هم و واقعا مثلا آلبوم های عجب و غریبی که تو دهه 80 ده 90 اومده پر از خلاقیت پر یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی فقط خلاقیتی که داره عمر میتازونه و اینم یکی از اون آلبوم ها بود یعنی دلیل این که من آوردمش اینجا خلاقیت فوق العاده زیادی که این آلبوم توی خودش داشت جدا از این بندم آلمانی دیگه ها مثل فرانسویا وقتی که میرن تو کار حماسه و اونجور چیزای یه مستر پیس میتونن تولید کنن ترسناکی خلاقیتشون هم خیلی میره بالاتر یعنی اینم یکی از اون آلبوم ها بود آلبوم چهارم از مفراشه من... <موسیق> یه جدا راجبش ساختم و راجبش صحبت کردم و اصلا با هم گوش دادیم یک ترکار رو و اگه میخواید راجب این آلبوم بیشتر و بیشتر بدونید و متوجه شید اون ویدیو رو ببینید متوجه میشید که چرا این آلبوم رتبه چهار رو گرفته تو این لیست از من آلبوم سوم هم به همین ترتیب من ویدیو جدا واسه درست کردم از بند کارنسر <applause> آلبوم من خیلی دوست دارم هنوز که هنوز پای هستم که آلبوم که بهترین آلبوم های سال گذشته بود آلبوم آلبوم خوبیه ببین اصلا این مثال درستی نیست واسه اینکه من بخوام یه دونه ترک بهتون مثال بزنم که اصلا اون ترک رو گوش بدید اگه دوست آلبوم کلا گوش بدید نه آلبوم کلا گوش بدید و بعد راجع به آلبوم قضاوت کنید چون یه کانسپت کاملی از ریف های درست حسابی ریف های کچی سولوهای خفن و یه مقداری شاید ساندش به ساند حالا 20 سد نزدیک نباشه و حالت مدرنتر نزدیک نباشه ولی واقعا آلبوم آلبوم خفنیه و هر چیزی که از یه کار متال ما انتظار داریم و تو خودش داره من مشکل یه سری با این آلبوم چی بود آلبوم دوم من از بند دو هایمز جی که 94 شکل گرفته و یه تغییر بسیار درستی تو طول کریرشون دادن و باعث شدن که یکی از لجندای بلک متال لقب بگیرن البته که تو قبل این د... تغییر هم ای که لجندا بودن آلبومی که تو سال 95 داده بودن اصلا یه چیز عجیب و غریبیه ولی یه... یه... یه،, کار آوانگارد اینداستریال بلک متال ما داریم که واسه اینکه شما معنی اینداستریال اصلا بفهمید و ترکیبش با بلک متال رو ببینید به چه زیبایی میتونه در بیاد حتی اگر مثلا با اصلا ژانر اینداستریال متال مشکل داشته باشی این وقتی که داریم راجب اینداستریال صحبت میکنیم توی بلک متال خیلی خیلی چیز متفاوت تر از اینداستریال متاله میدونی چیز فوق العاده متفاوت تر ما داریم میبینیم خلاقیت باید به اوج خودش برسه تا بتونه این دوتا ژانر رو در کنار هم قرار بده و بندای زیادی کلا از پس این کار بر نمیاد یعنی یا فاجعه میتونن تولید کنن یا شاهکار و این آلبوم یکی از شاهکاراست وقتی که ترک اول پلی میکنید اولش خب یک بلک متال قابل پیش بینیو دارید همون چیزی که از بلک پنتر انتظار دارید داری و نشون میده خلاقیت سوپر خفنی که اینا تو ترک اول فقط به کار میبرن و همین باعث میشه که ترک ده دقیقه باشه ببین یکی از بهترین چیزهایی بود که من تو 2023 چه ترک اول این آلبوم کلا آلبوم آلبوم خیلی خفنیه ولی دارم میگم که ببین این واسه ترک اول اینا دارن نشون میدن که چی تو تا چنته خودشون دارن و همین باعث شد من تا یه مدت زیادی این آلبوم میخواستم بهتر آلبوم سالم کنم ولی بعدش که دوباره نشستم همه آلبوم رو گوش دادم باعث شد که این یه رده بیاد پایینتر و اکمتال بعدی به تو رده اول اسپریت پوزیشن <متال>, <متال>, بلک متال آمریکایی که این آلبوم اول بگم واسه همه نیست به هیچ عنوان شاید واسه خیلی سنگین بیاد و میکس عجیب و غریبی که داره شاید یه مقداری اذیتتون کنن یا حالا با میکس بد توی بلک متال حالا ما بهش میگیم بعد آشنایی نداشته باشید با اینکه شاید حس کنید یه کار یک نواخت گروه داره اجرا میکنه ولی موقعی که آلبوم رو چندین بار پشت هم گوش بدید متوجه میشید که نه شاید لحاظ ساند یه کار یک نواخت به نظر برسه ولی وقتی که دقت میکنی که دارن چیکار میکنن و به ریف ها چیزهایی که تو موزیک واسه تو گذاشته بیشتر دقت میکنی متوجه اون خلاقیت ترسناکی که اینا دارن میشی این این آلبوم نه یه حالت اول بلک متال داره نه حالت مدرن بلک متال داره این یعنی چیزی در این بینه یعنی بی... از لحظه تایمی تو نمیتونی تشخیص بدی که اینا واسه چه تایمی ان دقیقا مطمئنا که سنگین ترین رکوردایی که شما میتونید تو این لیست پیدا کنید همین آلبومه و جدا از این بهترین چیزی که من تو سال گذشته شنیدم اسپید پوزیشنه دمتون گرم بچه‌ها حتما حتما شما لیستتون رو این زیر بنویسید واسه بچه‌ای که حالا تا 2023 از دست دادن بیان همین کانتنت رو ببینن هم کامنتار رو بخونن و سوال واسه شما جم شه دم همهتون گرم مرسی از اینکه ساپورت میکنید مرسی از اینکه انقدر منتظر موندید و تا ویدیو بعدی موزیک خوب گوش بدید